سلام و خوش آمدید به کانال فرصت مهاجرتی. امروز با سه خبر مهم از افغانستان و منطقه در خدمت شما هستیم. در نزدیک به 3 سالی که طالبان دوباره به قدرت رسیدند، 8 میلیون شهروند افغانستان به دلیل شرایط وخیم کشور را ترک کردند. به طور میانگین، روزانه 7400 نفر از زندگی تحت امارت اسلامی طالبان فرار کردند. این مهاجرت گسترده ناشی از بی‌ثباتی، خشونت‌ها، سرکوب مخالفان، تشدید اختلافات قومی و بحران اقتصادی است. همچنین، محدودیت‌های شدید بر زنان و فرار نخبگان نیز از دلایل عمده مهاجرت است. ادامه این وضعیت افغانستان را به سوی نابودی می‌برد. شما مردم افغانستان چه نظری دارید؟ راه حل چیست؟ و خبر بعد این که برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، یک شخصیت سیاسی خارجی در خاک این کشور ترور شد. اسماعیل هنیه، رهبر سیاسی حماس در تهران، هدف ترور قرار گرفت. شواهد نشان می‌دهد که اسرائیل پشت این ترور قرار دارد، اما این کشور هنوز مسئولیت آن را به عهده نگرفته است. ترور هنیه در خاک ایران هم به حماس و هم به ایران ضربه زد و اشراف اطلاعاتی اسرائیل را نشان داد. در حالی که هنیه آزادانه در کشورهای دیگر مانند ترکیه و قطر زندگی می‌کرد، ترور او در ایران پیامدهای سیاسی و امنیتی مهمی به همراه داشت. باید دید که این اقدام چه تاثیراتی بر روابط بین المللی و امنیت منطقه خواهد داشت. و خبر آخر این که رسول موسوی، دیپلمات ایرانی، با استقبال از برگزاری نشست بررسی روابط ایران و طالبان، گفت که تهران خواهان یک کشور با ثبات در همسایگی خود است. وی تاکید کرد که حکومت فراگیر به معنای یک حکومت ائتلافی و جمع ازداد نیست. موسوی افزود که حکومت فراگیر در افغانستان باید به طور مؤثر همه اعضای جامعه را درگیر کنند و قوانین شفاف، و بی‌طرفانه‌ای داشته باشد. این مقام ارشد وزارت خارجه ایران همچنین بیان کرد که مدیریت روابط با طالبان یکی از پیچیده‌ترین نوع مدیریت‌های سیاسی در روابط دیپلماتیک است. ایران در جستجوی یک دولت با ثبات در همسایگی خود است و امیدوار است که افغانستان بتواند به یک حکومت پایدار و همه شمول دست یابد. از شما که تا پایان این ویدیو با ما بودید سپاسگزاریم. نظرات و دیدگاه‌های خود را با ما در میان بگذارید و برای دریافت جدیدترین اخبار و تحلیل‌ها کانال ما را دنبال کنید. تا ویدئوی بعدی، بدرود.